که این حکومت باید بر اساس اسلام و با اذن ولی امر حقیقی امام معصوم که به فقها داده شده باید تشکیل بشه، بدون اذن او و حتی بدون نصب رئیس جمهور از طرف او، حکومت غاصب است و به تعبیر او طاغوت است. فرمود رئیس جمهور منتخب مردم اگر از طرف ولی فقیه نصب نشود طاغوت است. این مسئله فرق این حکومت با جمهوری های دیگه است. اما اون چی قوام میبخشه این حکومت، مشروعیت الهی میبخشه این حکومت، مردم از ته دلشون اطاعت از اون را واجب میدونن، مثل نماز خوندن برای خودشون، این از طرف امام زمان است. هزار کسی واجد شرایط باشه، تا اذن از طرف امام نباشه بحثش نداریم، صلاحیت هم داشته باشه، خیلی خوب هم بلد باشه مدیریت مردم ها. همه مردم هم قبولش داشته باشه، او حق حکومت کردن به اونها نداره. مردم چه کارن که به کسی حق بدن؟ مگه خودشون دارن همچه حقی را؟ مردم چه کارن که به کسی حق بدن؟ مگه خودشون دارن همچه حقی را؟ مردم تعیین کردن این که به رئیس جمهور یا دارش حکومت کنه هر کار بخواد بکنه، مردم چه حق داشتن بکنه؟ مردم تعیین کردن این که به رئیس جمهور یا دارش حکومت کنه هر کار بخواد بکنه، مردم چه حق داشتن بکنه؟ قانون را که خدا فرمود، مجری قانون کسی است که خدا تعیین کرده. اصل مسئله اینه که آقا باید ما یک نگرشمون نگرش دینی باشه، مردم ما تهدیلشون مردم سالم ساده خودمون رو عرض میکنم، نه اونایی که ذهنشون آلوده شده به مفاهیم غربی با ادبیات سیاسی غرب. اونا خودشون حاکم شهر و مشتهد جامعه شهر اینا میدونن.